قوه قضاییه رو من خودم جز منتقدین جدیش یک تعارفم ندارم. زمانی که منصور نظری بنده خدایی بود یه فسادی تو قوه قضاییه پیدا کرده بود، از یه قاضی فرستاده بود برای دفتر آقای اژه‌ای، دو تا استاد دانشگاه ازشون دفاع کردن، یکی بنده بودم، یکی سعید زیباکلام. صادق زیباکلام نه، سعید زیباکلام. برای چه بحث قوه قضاییه حتی راهکار هم داریم. من سخنرانی کردم با عنوان نظری میستر بروئر. یکی از مشکلات این طرف هم بشه، باید منصف باشه. یک، پس ما قاضی فاسد داریم، قوه قضاییه هم باید باشون برخورد بکنه. به من رایفی پورم ربطی نداره راهکار بدم. معاونت کارآمدی باید میداشتی تو این سالها بررسی میکرد. اما پاسخهایی هم این طرف میدم. یک، ورودی پرونده در ایران خیلی خیلی بالاتر از بقیه جای دنیاست. یک قاضی در شهر کوچکی مثل یاسوج که خیلی همدیگه رو میشناسن، اصلا به خاطر شناخت از همدیگه یه سری بزه‌ها و جرم‌ها اتفاق نمیفته. من داشتم باش صحبت میکردم، میگفت روزی 15 تا پرونده برام داد. تو شما رو به خدا منصف باشید، مریخی باشید، اما منصف. روزی 15 تا پرونده رو وقت می‌کنی بخونی، تو که فکر کنی، بررسی کنی، استعلاما رو چک کنی، تاریخ‌ها عقب جلو نباشه، این کدوم حکم میتونه باشه که حکم بدی؟ ببین چرا؟ آقا جرم تو ایران خیلی زیاده؟ نه، ما ساختارمون ساختار همه مجرم است. ما ساختارمون ساختاری که جرم پدید میاریم ما خودمون. بعد باید بشینیم با این جرما برخورد بکنیم. تو کشور دیگه اینجوری نیست. دو، بسیاری از موارد اصلاً قوه قضاییه افراد و نهادهایی رو ضابط اعلام کرده، یعنی مثلا به سازمان ها مراتع گفته اگه دیدی طرف اومد داره زمین خاری میکنه، چه زمین خاری میکنه؟ یه کوهی شما چهار تا درخت میکنن، بعد میگن زمین بابام بوده، درختم سرکاری، ویلاشون رو میسازن. مجوز بهش داده، خودت برو بکن، وقتو تلف نکن به من برسه. نمیکنن این کارو. چرا؟ چرا ما با مردم درگیش؟ بابا قضیه میخواد بره کنار یه رودخونه، میخواد بره ویلای بسازه، میری از یه روستایی، یه بخشی، یه شهری، آقا من اینجا زمین خریدم 100 میلیون تومان، 200 میلیون، بله میشه بفهمم، آقا میخوام اینجا ویلا بسازم، باشه بیا برو مجوز بگیر. میره از شهرداری اونجا چیکار میکنه؟ شهرداری، بخشداری، کوفتاری، چیز داره دیگه، میره مجوز گرفته، ساخته، بعد میاد حریم رودخونه است. کی باید خراب کنه؟ قوه قضاییه. مردم کیو میبینن؟ قوه قضاییه. بعد فوشش رو میگه، قوه قضاییه میگه که اگه اشتباه بود چرا به من مجوز دادید؟ راست میگه بدبخت. چرا؟ چون شهرداری میخواد پولو بگیره. موارد متعدد، من یه دوستی دارم کارش اینه، دوره افتاده، قوانین مصوب شوراهای شهر رو میبره دیوان عدالت اجرایی ابطال میکنه، چون غیر قانونیه. شورا شهر میشینن با هم میگن آقا عزمت هر کی خواست به خونه بسازه انقدر بعد پول بریزه بسازه، این غیر قانونیه، اما تو بده دیگه. این میره قوه قضاییه ابطالش رو میگیره، فردا دوباره شورا شهر جلسه میذاره مصوب جدیدش، همون کار. میگن چرا خسته نشو دیوونه نشدی؟ میگه میخوام انقدر مبارزه کنم تو همه بفهم. یعنی این چیه؟ یعنی قوه قضاییه بر یک مبنای قضاوت میکند، قاضی بر یک آن مبنا قانون است. قانوناتون مشکل داره. یه سری چیزا باید قوه قضاییه خودش رو جمع بکنه. آقا من میشم تو سر خیابون شریعتی سمیه داشتم بعد میشم که کنار پیاده شد شد چی شد گفتن سیریوس این چی بود دیگه جدی گفتن چی میگی؟ گفت شاهد. شاهد چه؟ هیچی تو دادگاه کار داری؟ شاهد پول میگیریم به شهادت میگیریم. یه نرم افزار میخواد که شاهد کد ملیش ثبت شد، یه اپلیکیشن بیا ما برات بنویسیم بد بدیم. این واقعا ایراد وارده، بعد خودشو به روز بکنه قوه قضاییه اینا رو. ما وگرنه با این ساختا که روزی 15 تا پرونده قاضی دیوونه میشه. ولی یه جاهایی هم به شما بگم قوانین جوریه، مثلا من قاضیم، قانون برای من نوشته برای چنین جرمی دقت کنید 10 تا دیدید میگن 10 تا 15 این دست خود من قاضی. خیلی فسادا اینجا شکل اینجوری، یعنی ببین حکم بر طرف داده میتونه بنویسه 15 سال نمیشه چقدر 10 سال، هیچ احدی نمیتونه دست این قاضی رو بگیره. من تشخیصم راهکار دیگه آراء قضات علنی بر روی سایت قوه قضاییه قرار بگیره تمام دادگاه. میدونی چی میشه؟ اولا برای قضات جوان آموزش دیگه، یه پرونده این شکلی. بعد قضا تخصصی هم، یه شعبه فرهنگ و رسانش، یه قاضی هست فقط تو کار راهنمای رانندگیه، یه قاضی هست یه اتفاقات برای اینکه بتونه تونتور تخصص پیدا بکنه، یه تونتور بتونه حکم بده. قضا جوان یاد میگیره دو قاضی حواسش هست، یه این سایت مثل یه برنامه 90 شفاف کرده رأیش،
اون موقع بعد نمیگه نگاه کن دونه 10 تا 15 در میگه پول رو گرفته. حالا تو مملکت اصلا مسیر رو بلدن. این میاد واخواهی میده، دوباره تجدید نظر، این پوست اصلا یک داستان. و ده ها ایده ای که بعد بچه های حقوق خونده، بچه که من بی سواد تو حوزه کاری خودم گفتم این کار از دستم بدم، برم یه خورده بررسی کنم بدونم چه کارهایی میشه انجام داد. خب اینجوری مملکت درست میشه.